آقای صدارت، عمده انتقادی که به نظر شما به این کارزار من وکالت میدهم وارد هست چیه به نظر شما؟ ممنون میشم اگر در حدود 3 دقیقه این انتقادات رو تیزوار بیان کنید. 3 دقیقه، بله. ببینید، این وکالت میدهم معلوم نیستش که به چی داریم وکالت میدیم. شما یک کسی رو وکیل میکنید، بعد بگید که من دارم به چی وکالت میدم که شما برای من چه کاری انجام بدید. این اصلا مشخص نیست، به هیچ وجه معلوم نیستش که چطور این اصلا این ایدهش درست شده، مخاطبش کیه و چه کسی به ایشون این مشاوره رو داده که چنین کارزاری رو به قول شما انجام بدن. در نتیجه یه چیزی که از همون ابتدا بسیار بسیار ابهامات توش هست. گفته شد که شفاف بودن و دموکراتیک بودن یکی از پایه‌های اصلی است که ایشون بهش معتقد هستن. این در کمال ناشفافیه. الان شما ببینید، در الان شما گفتی 380 و چند هزار نفر، الان من نگاه کردم در یک شنبه ساعت اول بامداد یک شنبه 330 هزار نفر نزدیکش بود، ولی الان شده 380 و مثلا یه خورده. خب یعنی اینه که در این از یک شنبه تا سه شنبه، الان که سه شنبه است به وقت ایران، فقط مثلا 50 هزار نفر اومدن روش. حالا این 50 هزار نفر هم شما که میدونید که اینا نفر نیست، من خودم رو اصلاح میکنم، اینا امضا هست، امضاهایی هستش که در اون change.org دیده میشه. من وقتی که این سوشال میدیای خودم و شبکه بندی های اجتماعی خودم رو درست میکردم، برای من تبلیغ میومد که میخواید چند تا وسط عضوگیری بکنیم، 1000 تا، 10000 تا، 50000 تا، 100000 تا، و اینا یه بات های هستن، یه ربات های هستن که از این چیزا درست میکنن واسه آدم. این رای گیری به هیچ وجه یا این وکالت به هیچ وجه علمی نیست، میتونه جاش جای بسیار تقلب کردن رو باز بکنه. من نمیگم آره یا نه، ولی این اصلا علمی نیست و به کسی وکالت نمیشه داد در مورد چیزی که مشخص نیست. میگه که وکالت میدهم to lead this movement. آخه یعنی چی؟ این پر از ابهامه. ایشون از شفافیت صحبت میکنن، چجور میخوان این موومنت و این جنبش رو رهبری بکنن؟ رهبری به کجا؟ به چه شکل؟ به چه سو؟ من با سابقه ای که میبینم از ایشون و دوستانشون، یک کمی دچار دلهوره میشم از اینه که ما داریم به کدام سو رهبری میشیم و این رهبری شدن با این وکالت که آخر نمیدونم بشه گفت وکالت، واقعا بیشتر از یک جنگ رسانه‌ای، نمیخوام یک توصیف خوبی نباشه، ولی این یک عمل ناشایسته از دید من در این فضای سیاسی که الان هستیم، با اشکالاتی که در دنیا داریم، در منطقه داریم، در وطنمون داریم، با اتفاقی که داریم میفته. امروز 130مین روز هستش بخوایم واقعا یک کار سبک از نظر سیاسی انجام بدیم، این واقعا یک خدمت که نیست، درست برعکس هست به مردم ایران، به خصوص اون کسانی که در خیابان‌های حقیقی و مجازی دارن فعالیت میکنن.